دوستای خوبه هم به کلاس درس ما خوش اومدید. یادتونه وقتی ماتریس مجاورت رو توی ویدیوهای قبلی تعریف میکردم گفتم یکی از خوبی های ماتریس مجاورت اینه که با نگاه کردن به این ماتریس بدون اینکه اصلا بدونید شکل گراف به چه صورت هست شما میتونید کلی از خواص اون گراف رو متوجه بشین. تو این جلسه میخوام یکی از این کاربردهای ماتریس مجاورت رو براتون با یه مثال بگم تا اینکه بهتر متوجه بشین اصلا چرا ما یه هم چیزی به اسم ماتریس مجاورت تعریف میکنم. بیاین یه گراف ساده به این شکل رو در نظر بگیرید. مثلا سه تا رست داره که با هم دیگه این شکلی در ارتباطن و دو تا رست دیگه هم داره که با هم دیگه این شکلی در ارتباطن حالا بیایم اسم رست هم بذاریم V1, V2 مثلا V3, V4 و V5 خب اولین چیزی که به ذهنتون میاد وقتی شکل این گراف رو نگاه میکنید چی هست؟ قبول داریم که اولین چیزی که به ذهن میاد این هستش که خب این گراف ناهمبنده از دو بخش مجزا تشکیل شده که هیچ یالی بینشون وجود نداره پس میشه گراف ناهمبند متشکل از دو جزء خب حالا بیایم به عنوان تمرین با هم دیگه ماتریس مجاورت این گراف رو تشکیل بدیم یادتونه گفتیم ماتریس مجاورت رو با حرف A بزرگ نشون میدن و برای تشکیل دادنش میایم یه ماتریس اینجا رسم میکنیم به جای سطر را اسم روز رو به ترتیب میذاریم به جای ستون ها به همون ترتیب اسم روز رو میذاریم خب حالا بیاین داخل این ماتریس رو با هم دیگه سریع پر کنیم V1 با خودش یال مشترک نداره با V2 و V3 داره با V4 و V5 هم نداره V2 با V1 یال داره با هیچ کدوم بقیه نداره V سه فقط با V یک داره V چهار فقط با V پنج یال داره V پنج هم فقط با V چهار یال داره خب حالا وقتی که به این ماتریس نگاه می کنید آیا چیز جالبی مشاهده جالبی به ذهن تو می رسه؟ مثلا چیزی که به ذهن من میاد اینه که میشه این ماتریس رو به دو تا بلوک مربعی به این صورت تقسیم کرد که این دوتا بلوک مربعی با هم دیگه هیچ اشتراکی ندارن به چه معنی؟ به این معنی که توسط یه سری بلوک کاملا صفر از همدیگه جدا شدن یعنی انگار این ماتریس متشکل از دو تا ماتریس مربعی مجزا بوده که ما اومدیم اینطوری گذاشتیمشون بینشون رو با صفر پر کردیم و این وسط هیچ اشتراکی وجود نداره یعنی اینجاها مثلا هیچ یکی وجود نداره همه صفر هستن خب به نظرتون آیا این ممکنه ارتباط داشته باشه با اینکه این گراف ناهمبنده و دارای دو بخش مجزا هست دقیقا به تعداد بلوک هایی که اینجا داریم جوابش این هست که بله و دلیلش هم الان که بهتون بگم متوجه میشید که چرا همیشه چنین چیزی واسه گراف های ناهمبند درسته ببینید یه جورایی بدیهیه دیگه وقتی گراف ناهمبند داریم مثلا متشکل از وقتی دو بخش هستش شما این رؤوس V1 v یا حالا هر که هستن با این بقیه رؤوس هیچ ارتباطی ندارن و از اون طرف اون, دو بخ... اون یکی رؤوس تشکیل دهنده بخش دوم هیچ ارتباطی با اینا ندارن در این باعث میشه که بلوک های صفر اینجا تشکیل بشه چون مثلا v 4 و 5 هیچ ارتباطی با یک 1 v 2 3 ندارن و این باعث میشه ما خیلی راحت بتونیم گراف ببخشید ماتریس مجاورت رو به دو بلوک مربعی مجزا که هیچ اشتراکی با هم ندارن تقسیم کنیم و نکته جالبش هم اینه که همیشه تعداد این بلوک ها برابر تعداد اجزای اون گراف ناهمبند هست حالا اگه مثلا برگری به مثال هایی که تو جلسه پیش حل کردیم میبینید که اون گراف ها که همبند بودن توشون نمیشه یه همچی کار کرد یعنی مثلا اینجا ها یه معالف های یکی وجود داره که باعث میشه نظر ما اینطوری به بلوک های مربعی که با صفر از هم جدا شدن تقسیم کنیم پس اینجا من نتیجه بحثمون رو اینجا براتون می نویسم. پس یکی از کاربردهای های ماتریس مجاورت رو الان با هم دیگه فهمیدیم. اونم این هستش که اگر بتوان ماتریس مجاورت را ماتریس مجاورت گراف را به بلوک های مربعی که با هم اشتراکی ندارند. تقسیم کرد آنگاه گراف ناهمبند است و تعداد بلوک ها نشانگر تعداد اجزای گراف ناهمبند است اجزای آن است خب حالا یه نکته دیگه که فقط میخوام بهش دقت کنید اینه که الان اگه من مثلا اومده بودم ترتیب اسکوزاری که مهم نیستش این اسکوزاری ها قراردادی هست دیگه اگه مثلا یه جور دیگه این اینا رو اسکوزاری کردم مثلا اینو میذاشتم V1 V2 اینو میذاشتم V4 اینو میذاشتم مثلا V3 اون وقت قبول دارید که اگه ترتیب اینا رو به هم زن یه سری از این یکا می اومدن اینجا و دیگه اجازه نمیدادن این بلوک های مجزا رو ما تشکیل بدیم بیایم برای اینکه متوجه بشین اینجا مثلا بنویسم براتون مثلا فرض کنید که همون گراف رو داشتم ولی این بار می اومدم مثلا اینجوری اسم گذاری می اسم اینو میذاشتم V1 V2 اسم اینو میذاشتم V3 اینو میذاشتم V4 اینو میذاشتم V5 حالا بیایم ماتریس مجاورت این همون گرافه دیگه شکل توپولوژیکش که تغییری نکرده. ماتریس مجاورت اینو تشکیل بدیم. خب بنویسیم اسم روز رو به ترتیب و با هم دیگه سری داخلش رو پر بکنیم. V1 با خودش نداره با V2 و V4 داره چون اسم این این دفعه V4 شده. وی دو فقط با وی 1 یال داره وی 3 فقط با وی 5 یال داره وی چهار فقط با وی 1 یال داره و وی 5 هم فقط با وی 3 یال خب الان قبول دارین دیگه من هیچ جوری نمیتونم بلوک های مثلا که با رنگ بنفش اینجا نمایش دادم هیچ جوری نمیتونم اینجا یه بلوک مربعی تشکیل بدم که توسط یه سری بلوک صفر از یه بلوک مربعی دیگه جدا شده باشه مثلا اگه اینجا یه بلوک مربعی سه در بگیرم خب بعد که این بلوک کاملا صفر نیست یا این بلوک کاملا صفر نیست چیزی که در واقع میخوام بهش توجه بکنید اینه که این گراف که همون گراف ناهمبنده و از دو جز تشکیل شده پس چرا ماتریس مجاورتش دو تا بلوک مربعی نداره چیزی که مهم است اینه که یه چیزی باید ما به این کاربرد اضافه کنیم تو این تعریف و اونم این که اگر بتوان با تغییر ترتیب نامگذاری رؤوس ماتریس مجاورت گراف را به بلوک های مربعی تقسیم کرد منظورم چی است منظورم این است که ممکنه همینطوری با نگاه اول به ماتریس مجاورت شما بلوک های مربعی توش تشخیص ندید ولی سریع قضاوت نکنید که پس این گراف هم بنده برای اینکه هیچ بلوکی که مجزا باشه اینجا من نمیبینم اگر دیدین که با تغییر این نامگذاری یا ترتیب این نامگذاری یه جوری میتونید یه کار رو وارد این بلوک ها بکنید طوری که بازم دو بلوک رو بتونید ببینید اون وقت بازم خب اون گراف ناهم پس به این نکته هم دقت بکنید که پس این هم شد اگر بتوان با تغییر ترتیب نامگذاری روکس یه طوری ماتریس مجاورت رو به بلوک های مربعی تقسیم کرد خب اینم از یکی از کاربردهای ماتریس مجاورت در تشخیص همبند بودن یا نبودن گرفت. توی جلسه بعدی با یکی از کاربردهای دیگه ماتریس و مجاورت آشنا میشید تو کلاس درس بعدی میبینمتون